سلام دوستان عزیزم، امروز تصمیم دارم طرز تهیه کوفته سماق که غذای سنتی شهر کاشان هست رو خدمتتون آموزش بدم. ابتدا یک عدد پیاز رو رنده کنید، آب پیاز رو خوب بگیرید و در دستگاه غذاساز بریزید. سپس یک حبه سیر و حدود 300 گرم گوشت چرخ کرده رو بهش اضافه کنید. یک قاشق پر پیاز داغ و 4 قاشق آرد نخودچی رو به مواد اضافه کنید. همچنین 2 قاشق چای خوری نعنای خشک و فلفل قرمز و نمک و زردچوبه هم به میزان لازم اضافه کنید. سپس درب غذاساز رو ببندید و 1 دقیقه اجازه بدین تا همه مواد خوب مخلوط بشه و حالت چسبنده به خودش بگیره. وقتی که مواد به این شکل در اومد، داخل ظرف بریزید، روش 1 نایلون قرار بدید و درون یخچال به مدت نیم ساعت قرار بدید. درون 1 قوری 1 قاشق غذاخوری پر سماق بریزید، روش آب جوش بریزید و بذارید حدود 20 دقیقه دم بکشه. ما به آب سماق نیاز داریم. سپس درون قابلمه 1 قاشق غذاخوری رب گوجه فرنگی اضافه کنید، گوجهتون رو مقداری سرخ کنین تا خوش رنگ بشه. سپس به رب گوجه 1 قاشق چای خوری نعنای خشک و 1 عدد گوجه رنده شده اضافه کنید و مقداری تفت بدین. 1 قاشق غذاخوری پر پیاز داغ اضافه کنید و با مواد مخلوط کنید. سپس نمک و فلفل قرمز و زردچوبه را بنابر ذائقتون اضافه کنید. سماقی را که دم کردید از صافی رد کنید و 1 لیوان پر آب سماق رو به این مخلوط اضافه کنید. و سپس حدود نصف لیوان آب جوش اضافه کنید. مواد رو مخلوط کنید و بذارین تا به جوش بیاد. از مایه کوفته‌ای که آماده کردین به اندازه 1 نارنگی کوچیک یا گردو بردارید و درون دستتون حالت قلقلی کنید، به شکلی که در تصویر مشاهده می کنین. به این شکل همه کوفته‌ها رو درست کنید و درون سسی که در حال جوشیدن هست قرار بدین. بعد از 1 دقیقه که درون سس جوشید، حرارت رو ملایم کنید و درب قابلمه رو بذارید به مدت 40 تا 45 دقیقه کوفته های شما بپزه و آبش مقداری غلیظ بشه. بعد از 40 تا 45 دقیقه کوفته سماق شما آماده هستش. اگر ترشتر دوست داشتید میتونید آب سماق بیشتری اضافه کنید. کوفته های ما آماده هستش، میتونید داخل آبش نون تلیت کنید. امیدوارم که از این آموزش خوشتون اومده باشه. این کوفته خوشمزه رو بپزید، در کنار عزیزانتون میل کنید. ممنون و سپاسگزارم.